سه نفر از رهبران مذهبی در سیستان و بلوچستان امروز دستگیر شدن و اسامیشون منتشر شده و همینطور خبری رو ما داشتیم روز گذشته مبنی بر انتشار یک بیانیه از سوی گروه جندالله که اعلام کرده بودند که از این بعد در قبال حکم اعدام موضع جدیتری خواهند گرفت و حاکمیت رو به نوعی تهدید کرده بودن. شاید این تحلیل درست شاید نباشه، ولی شاید این یک جور عکس العمل بود در قبال در واقع این بیانیه. همینطور ما مستا ایوب گنجی که یکی از رهبران مذهبی کردستان بود، حکم 10 سال زندانشون تایید شد. دستگیری های متعددی دیدیم در ادامه دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی که روز گذشته باز و هفته های گذشته باز هم داشتیم. آقای نجفی که شما فرمودین توی خبرهاتون، همینطور بله همینطور آقای محسن محققی و آقای امیر خرم از نهضت آزادی و همینطور خانم سارا توسلی دختر آقای توسلی که از چهره سرشناس نهضت آزادی هستن در پی احضار به در واقع وزارت اطلاعات برای پرسش و پاسخ دستگیر شدن و به زندان منتقل شدن و اخبار متعدد دیگه که اگر مایل باشیم با جزئیات من خدمتتون بگم. یک خبرمون داشتیم لحظاتی قبل از اومدن به استودیو آقای رضا رخشان عضو سندیکای کارگران تر نیشکر هفت تپه، ایشون هم بازداشت شد دقایقی قبل از استودیو که قطعا الان خبرش روی میز شما خواهد بود، احتمالاً بعد از من به دستتون رسیده، شما مشغول تهیه گزارش بودید. این آخرین خبر هست. یک پرسش هست در این مورد که فرزندان بازداشت شدگان رو هم مثل دختر خانم توسلی رو بازداشت کردن، اما به خاطر فعالیت مستقل خودشون، حالا فعالیت هم تظاهرات در خیابونه، یا نه به خاطر پدرشون هست یا بستگانشون، حالا هر کسی تحریر متعدد می شده، ولی یکی از اعضای نهضت آزادی با در واقع پایگاه خبری روز مصاحبه کرده بود و معتقد بود که دستگیری اعضای خانواده در واقع نهضت آزادی برای اینه که اعضای نهضت آزادی در زندان تحت فشار قرار بدن برای انحلال این حزب و توقف کارش. اما دستگیری متعدد دیگه ای هم داشتیم، مثل خانواده هایی که خانواده دستگیر شدگان روز عاشورا که جلوی دادگاه انقلاب تجمع کرده بودن. نظر شخصی من اینه که واقعا تحت فشار قرار دادن این خانواده است برای اینکه عکس العمل مضاعفی انجام ندن یا با گروه ها و سازمان های حقوق بشر یا رسانه ها ارتباط برقرار نکنن و تولید هزینه نکنن. ولی خب یک دیدگاه در واقع غیر منطقی هم حاکمیت داره در قبال دستگیری، یعنی تحلیل درستی از باستاب اون نداره. به هر حال این هر دو میتونه باشه. متشکرم از آقای احمد باطبی عزیز، با سپاس بسیار از شما. خواهش می‌کنم. ادامه خواهیم داد تفسیر خبر رو از استودیوی 47 صدای آمریکا. وقتی برگردیم به کمپ اشرف نیز خواهیم رفت، با فرزند آقای علی صارمی، آقای اکبر صارمی گفتگو خواهیم کرد. آقای علی صارمی پیشتر دوران محکومیت زندان خودش رو میگذرون، به بیش از 10 سال محکوم شده بود اما تجدید نظر شد و به اعدام محکوم شد. لحظاتی دیگه با شما عزیزان خواهیم بود. برنامه شبکه خبری فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. ماهواره نایل سات 7 درجه غربی، فرکانس 11.355 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 گیگاهرتز، FEC 2.3، سیمبول ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. ماهواره آسیاست 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4.40 گیگاهرتز، FEC 1.2، سیمبول ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. ماهواره عرب سطح EB2 26 درجه شرقی، فرکانس 11.662 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.voapnn.com خط مبرب satellite.cfm دیدن کنید. خب
خب من یک توضیح دیگه هم بدم اضافه کنم. همکارمون براتون ماهواره ها رو میگفتن. در حال حاضر روی 4 ماهواره اطلاع دارید که فرستنده های ما زیر بمبارمان پارازیت دولتی ایران قرار گرفته، همینطور شبکه های فارسی زبان دیگه مثل بی بی سی، و اینجا در تلاش هستن در صدای آمریکا که رسوندن تصویر و صدای آمریکا رو به منزل شما میسر بکنن طریق کانال هایی که حذف شده بود. کار دولت ایران در بیانیه‌ای که شورای حکام رسانه‌های دولتی آمریکا منتشر کرده، اطلاعیه مطبوعاتی، اشاره شده که کار دولت ایران کاریز خلاف قوانین بین المللی و به هر حال به سازمان های بین المللی مربوط به رسانه های خبری اطلاع داده شده یا میشه و پیگیر خواهد شد. این یک مسیر فنی که ماهواره های زیر بمباردمان پارازیت ایران رو سامان بدن و به زودی خواهد شد. اما در حال حاضر تصاویر عرب ساد، نایل ساد یا نیل ساد، آسیا ساد و T12، این 4 ماهواره ای که تصاویر ما رو میتونید داشته باشین، عرب ساد، نیل ساد، آسیا ساد، تلستار 12 یا T12 یا تلستار 12. سعی کنید، امیدوارم که بتونید به طور دقیق ببینید تصویرهای ما تا ماورای بعدی هم راه بیفته. اشاره کردن احمد باطبی، آقای رشیدی، ما همه طیف زندانی داریم، همه طیف یعنی مذهبی اهل سنت، مذهبی اهل شیعه مثل آقای کاظمینی بروجردی، سازمان مجاهدین خلق، ملیگرای مذهبی، ملیگراهای لائیک و و و همه جور. سخنگوی دولت قبل زندان بوده، سخنگوی دولت قبل تر زندان بوده، وزیر دولت قبل، وزیر پیشین، همه جور بهایی، دراویش در زندان. این چیو به شما میده؟ یه دولتی که این همه از طیف‌های مختلفو در زندان داره، کرد، بلوش، لور، فارس، همه را. قبل از هر چیز حقیقت مسئله اینه که کشور ما دارای یک تنوعات همه گونه‌ای، یک کشور کثیرالملیه‌ایه که در چارچوب ایران زمین زندگی میکنن و یک رژیمی که بیگانه است با روح ایرانی و ایرانی بودن. این حقیقت مسئله است که میتونیم از زوایای گوناگون اینو مورد بررسی قرار بدیم. وقتی که این همه طیف گوناگون زیر ستم جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرند، آدم از خودش سوال میکنه در سرزمینی که وابستگان، وابسته به بیگانگان جمعیت میلیونی اند، دیگر این حکومت چه مشروعیتی دارد؟ یعنی کسانی که از زبون مسئولان دولتی میگید، مثل آقای نجار، اگر مثلا من یه نمونه بیارم از کرد، کرد به عنوان ایرانی سالیان متمادیست که جهت آزادی، استقلال، آبادی و دموکراسی برای ایران زمین مبارزه میکنه، ولی حکومتگران همیشه این ذهنیت رو خواستن به افکار عمومی ترویج کنن، تبلیغ کنن و بدن که کرد تجزیه طلبه، میخواد از ایران جدا بشه. و امروز که اعتراضات شدیدی از سوی مردم، حالا یه بخش از حکومتگران در تهران به وجود میاد، مسئولین بلندپایی جمهوری اسلامی ایران قد علم میکنن و میگن اینها منحرفینن، اینها کسانی هستند که در واقع اسلام و اسلام ناب محمدی رو در خطر قرار دادن و وظیفه اونها پاسداری از اسلامه، ولی در واقع پاسداری از قدرت و ثروت باد آورده است. این روسا مقاله آقای مخمل باف پخش شده در رابطه با چگونگی زندگی آقای علی خامنه‌ای که ثروتمندترین افراد دنیا چنین زندگی نمی کنند. ساده میاد جلوی تلویزیون ها، ولی قدرت باد آورده و ثروت باد آورده در اختیارش.
آقای مطلبی داشتن بله. کسان دیگه هم یعنی مطالب زیادی از این چیز تازه نیست در سیستم جمهوری اسلامی فعلا با ثروت و چیزشون کار نداریم اونطور. حقیقت مسئله اینه که اینها از این دفاع میکنن. آدم از خودش سوال میکنه وقتی که